به همون خبر دادن یه خانومی هست در تهران که حال خیلی ها رو خوب کرده و بهشون میگن مادر عروس ایران. و وقتی ما این خبر رو شنیدیم گفتیم یه خانومی هست احتمالاً 60-70 ساله. بعد که ایشون رو دیدیم یه دفعه متعجب شدیم. چند سالتونه شما؟ من 26 سالم. چند سال؟ 26 سال. بعد به شما میگن چی؟ مادر عروس ایران. مادر عروس ایران؟ بله. سنی نداری؟ چرا بهتون میگن مادر؟ بالاخره اون حساسیتی که روی عروس ها داشتن و روی اون کار خیری که انجام میدادن باعث شد که این احساس صمیمیت رو اسمش رو مادر بذارن. خانم علیپور حدود 4 سال مادر عروس ایرانه. اون انقدر مثل مادرها نگران عروسی دختراشه که با این لقب صداش میکنن. که الان چند نفر رو به عنوان مادر عروس عروس کردین در ایران؟ من انشالله به عروسی هایی که پیش رو دارم 1368 دختر رو راهی خونه بخت کرد. 1368 رکورد میخواییم بزنید احتمالا. من که اصلا دلم میخواد ایران رو به عنوان کشور عروس معرفی بکنم. حالا چی شد که خانم علیپور تصمیم گرفت مادر عروس ایران بشه؟ چون خودش در حسرت این لباس عروس مود. متاسفانه نامزدش رو در آستانه پوشیدن لباس عروس به علت عارضه سرطان از دست میده و البته این حسرت تبدیل به یک فرصت میشه. مقاومت کردم و هر چقدر این زندگی سخت شد من سرسخت‌تر شدم. در نهایت به لطف خدا تلاش کردم حسرت دل خودم رو به بقیه هدیه بدم. امشب ببره من از تو آن مایه نازیارب تو کلی. خانم علیپور با کمک مددکارا عروس‌های نیازمند رو شناسایی می‌کنه و بعد با کمک خیرین براشون مراسم عروسی می‌گیره و البته جهیزیه‌شون هم جور می‌کنه. مراجعه می‌کنیم به مردم و اونها رو دعوت می‌کنیم به احضای تخصص. اون آقایی که تالار داره تالارش رو در اختیار بچه‌ها قرار میده، گل فروشی دستگل رو اهدا می‌کنه، مزون لباس رو اهدا می‌کنه و به این ترتیب یک عروسی با عزت و با شکوه برای اون زوج می‌گیره. باشو فقط باشو بگو میمونم به تو دل دادم و دل دادی و من میدونم. عروس دامادهای ما هیچ هزینه برای مراسم ازدواجشون و جهیزی و هیچ هزینه پرداخت نمی کنن. 0% مراسم و جهیزی با ماست. خانم علیپور یک خانواده فوق‌العاده معمولی داره و بدون هیچ سرمایه‌ای بیش از 1000 عروس داماد رو روانه خونه بخت کرد. به وضوح میتونم بگم خدا رو مشاهده میکنیم. اینا شعار نیست. همه کسایی که درگیر کار خیر میشن این رو خودشون میبینن. توی زندگی شخصی من بیماری افسردگی من از بین رفت. توی زندگی شخصی من تبدیل شدم به یک کارآفرین برتر، تبدیل شدم به یک سخنران انگیزشی برتر. مادر عروس ایران یه دهه 70ه که یک تیم 150 نفره جوان همراهیش میکنه. آرزوی من خب مسلما پوشیدن لباس عروس و رفتن سر خونه زندگی خودمون بود که برآورده داره میشه دیگه. با توجه به شرایط بد اقتصادی کارشون خیلی کار بزرگی انجام دادن. امیدوارم هر لحظه از خدا هر چی میخوان بهشون بدن. من ازشون خیلی تشکر میکنم و همیشه آرزو داشتم لباس عروس بپوشم. خیلی دوستشون دارم. امیدوارم تو تمام مراحل زندگیشون موفق و معید بشن. الهی قربون دختران برم. الهی همشون خوشبخت بشن. دخترا یه دست بزنن به افتخار. من میگم این کل کشیدن من بالا سر عروسام قشنگترین مناجات زندگیمه. کریما من گناهکارم تو بخشنده، بگو آیا امید بخششم بیجاست؟ خودت گفتی بخوان، میخوانمت اکنون مرا دریاب. عروس داماده ما هستین که جهیزیه‌شون خیلی خاص‌ترم هست، همش به لطف آقای روحیه. دورتون بگردم، انشالله خوشبخت بشین. شما هم اگه دوست دارید که به خانم علیپور مادر عروس ایران و ایران تیم کمک کنید، به اونها ملحق بشید و به اونها بپیوندید که انشالله بتونن جوانهای دیگه هم توی